با محسن صلح دوست، پژوهشگر روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه کوینزلند در استرالیا گفتگوی داشتیم و از او پرسیدیم دولت جدید ایران چه چیزی از مذاکرات وین میخواهد که دولت قبلی به دنبال آن نبود. در سیاست خارجی ایران به خصوص در مورد موضوعات مهمی مثل موضوع هسته‌ای ایران، مذاکرات برجامی، دولت ها صرفا مجری سیاست های هسته‌ای سخت قدرت و خب در رأس اون آقای خامنه‌ای هستند. بنابراین استقلال چندانی در تصمیم گیری ندارم. من گمان نمی کنم در بطن ماجرا درخواست های دولت جدید تفاوت اساسی با درخواست های دولت قبل داشته باشه. این تفاوت عمده‌ای که شاید شاهدش خواهیم بود تغییر لحن، ادبیات یا گفتار مسئولین در مورد مذاکرات هسته‌ای شاید باشه. به عنوان مثال یکی از افراد بسیار تندروی که حامی دولت فعلی است، ما شاهد بودیم چند ماه پیش از برجام به عنوان مرده یاد کرد که بوش مردم را آزار میده، ولی چند روز پیش همین فرد اظهار نظر کردن که خب بازگشت به برجام سیاست رهبری است و باید عیناً اجرا بشه. بنابراین من گمان نمی‌کنم که درخواست ایران با اون درخواست‌هایی که دولت سابق برای میز داشت تفاوت چندانی بکنه. همون درخواست‌ها شامل بازگشت بدون پیش شرط آمریکا به برجام، تضمین برای عدم عهدشکنی مجدد آمریکا، برداشتن تحریم‌های برجامی و البته تحریم‌هایی که در ادامه سیاست فشار حداکثری بود خواهد بود. اما خب همین درخواست ها به گمان من با برچسب جدیدی به عنوان مثال برچسب تغییر دیپلماسی ذلت به تغییر به دیپلماسی عزت ارائه خواهد شد. در ادامه از محسن صلح‌دوست پرسیدیم با توجه به اینکه آمریکا گفته نمیتواند تا ابد منتظر بماند، سناریوهای پیش روی دولت پرزیدنت بایدن در صورت عدم بازگشت ایران به میز مذاکره چه خواهد بود؟ بله، در مورد اینکه چه گزینه‌هایی رو دولت آقای بایدن در پیش روش هست و یا استفاده خواهد کرد، به نظر من جدای از تهدیدهای و یا رجزخوانی و لحفاظه که هر دو طرف در علیه همدیگه میکنن، دو سناریو محتملتر نسبت بقیه میشه در نظر گرفت. یکی همونطور که خدمت میگذاشتم گفتم بازگشت بدون پیش شرط آمریکا به برجام و تمرکز صرف بر روی مسئله هسته ایران در مذاکرات وین و البته مهار تنش‌زایی اسرائیل در منطقه خواهد. این همون سناریویی هستش که از سال 2009 تا 2015 در دولت آقای اوباما پیگیری شد، منجر به توافق برجام شد و به گمان من اگر دولت آقای بایدن اونطور که اظهار کردن بیشتر تمرکزشون رو به موضوع تهدید بزرگتر و اون هم افزایش قدرت چین در جنوب و جنوب شرق آسیا هست، اگر تمرکز بر این موضوع بخوان داشته باشن، احتمال داره که این سناریو رو پیش بگیرن به خاطر اینکه بخوان کاهش حضور خودش رو در خاورمیانه داشته باشه. اما خب یه سناریو دیگه هم میتونه همون ادامه همون سیاست فشار حداکثری باشه. امتیازهایی که از ایران گرفته شده دلیلی برای پس دادن این امتیازها به ایران نبینن و فشار بر ایران رو ادامه بدن برای اینکه توافق جامعی شامل موضوع هسته‌ای، موضوع برنامه موشکی ایران و همچنین سیاست‌های منطقه ایران رو بخوام در این توافق جدید بگنجونن، که من فکر می‌کنم در این صورت ما متأسفانه شاهد تنش‌های بیشتری خواهیم بود، تنش‌هایی که شاهدش بودیم بین ایران و عربستان و اسرائیل در منطقه در چند ماه اخیر در اوج خودش بوده که ممکن هست اون وقت در این صورت علارغم خواست بایدن، علارغم اینکه دولت‌های بایدن قرار هستش که بیشتر تمرکز بر ظهور و توسعه چین در جنوب شرق آسیا داشته باشن، مجددا آمریکا رو در منطقه زمینگیر بکنن.